خب صحبت کردیم راجب زیرشیری ها، این که دو تا پورت جدید داره تو یه سری زیرشیری ها که قبلا ندیدیم، خیلی هم کم راجبش صحبت شده. ایکس و ایگرگ. ایکس که مال پیلوت یا پایلوته، حالا ایگرگ چیه؟ تو این ویدیو میخوام بهت کامل جواب بدم که ایگرگ چیه. سلام، من یاسر نجفی هستم، خیلی خوش اومدی به یه ویدیوی دیگه از سری ویدیوهای پیج کمپانی EIN. داریم هیدرولیک و پنوماتیک رو میبریم جلو. چه هیدرولیک و پنوماتیکی؟ تخصصی کامل یاد میگیرید. حالا یه بحث جذاب که خیلی استقبال شد و خیلی هم انتقاد شد که چرا آقا ایگرگ رو نگفتی. چشم، ایگرگ هم تو این ویدیو دارم میگم، اما چون من به درخواستای شما جواب میدم، یه توقع کوچیکم دارم که این ویدیو رو لایک کنی تو که داری میبینی، و اگرم از یوتیوب میبینی سابسکرایب کانال یادت نره، عشق منی. بریم سر اصل داستان. آقا اینجا ما نگاه کنید، دیزاین کارمونم اووردیم راجع به همین قضیه، یعنی شیر پروپورشنال، شیر دو بوبین 4-3، شیر دو بوبین 4-3 با یه تفاوت. اینجا رو نگاه کنید، این شیر 1/4 رومه، بدن 1/4 روم، زیر شیری 1/4 روم. قسمت انتهاییش رو نگاه کنید، 4 تا پورت داره. اوکی، این چی؟ اینم زیر شیریشه، دوباره 4 تا داره. اینا روی همدیگه مچ میشن و قابل تنظیمه. حالا دلیلش چیه این؟ گفتم بهتون، اینجا رو نگاه کنید، رو خود بدنه شیرم نوشته آ ب پی، یه دونه تی هم داره. آبه که نگاه کنید، ابتدا و انتهای عملگر یا جک هیدرولیکمون، یه دونه عملگر بخوایم مثال بزنیم، آبه ورودی های اونه که این مربوط میشه به اون. اوکی، تو همه شیرهای 4-3 داره این. پی، پی مسیر روغنه. اگه بخوایم اینو نسب کنیم به این راهنمایی که ما داریم، این پی از مسیر روغن با مسیری که این رو مشخص کرده، اینجاش مسیر روغن این رو مشخص کرده، باید یکی باشه. به عنوان مثال نگاه کنید، این 4 تا، خب من اینو اینطوری بذارم با اینطوری چه فرقی داره؟ خیلی فرق داره، مسیر روغن عوض میشه. پس فهمیدیم که آب چه ورودی شیرمون، پی میشه چی؟ پی میشه ورودی روغن، و تی هم که تخلیه یا همون مخزنمونه. حالا دوتا نکته جدید میخوام بهتون بگم، اینو که فهمیدیم توضیح دادم، چون یه سری اینم همینم براشون تازه بود، میذاریم اینو کنار، میرسیم به قول مرحله آخر. حالا یه مدل دیگه براتون آوردم، یه مدل جالب. یه سری شیرا، ببینید، گفتم 1/4 روم، سایز که بزرگتر میشه شیر میشه این، از اینم بزرگتر داریم. نگاه کنید، اسپول این اگه بخواد به حرکت در بیاد، احتیاج به یک بوبینی داره که خیلی بزرگ باشه، قدرت میدان مغناطیسی بیشتری هم به وجود بیاره. زیر شیرشو نگاه کنید، نسبت با این مقایسه بکنید، این این زیرشیری 1/4 رومه، این 3/4 روم به بالا اینطوری میشه. تفاوت ها رو فقط نگاه کنید. حالا نکته جالب اینه، این ور قضیه رو داشته باشید، تعداد پورت های خروجیش بیشتر این زیرشیری. چرا؟ چون روی شیرمون هم بیشتره. اینجا بیارم جلوتر ببینید دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما دو تا اضافی تر داریم، ایکس و ایگرگ، که مسیر پایلوت، توضیح دادم که پایلوت چیه، برای اینکه بتونه به حرکت در بیاره. خیلی ساده میگم چون نمیخوام برگردیم، کلیپ خیلی طولانی توی یوتیوب گرفتم، حتما کلیپش رو نگاه کنید اگه پایلوت نمیدونید چیه. چیر کمکیه برای به حرکت در بردن اسپول، توی یه جمله خیلی کوتاه بخوام بهتون بگم، اما بحث پیچیده تر از این صحبت هست. حالا ایگرگ چی؟ ایگرگ روغن تحت فشار و مسیر زیگنال یا سیگنالمونه، جفتش هم میگن آقا.
زمانی که این روغن با حجم بیشتر داره وارد میشه و تو دل این شیر وقتی که پایلوت بیاد یه مسیر دیگه میبینیم، ایگرگ روغن تحت فشارمون رو پوشش میده. به همین دلیله که اینجا 4 تا میبینیم، اینجا 2 تا بیشتر میبینیم. پس مسیر ایکس و وای جفتشون میشه گفتش که نقش متفاوتی رو دارن اینجا میکنن. و باز برمیگرده به همون جمله، کمکی یه هول بیشتر برای به حرکت در آوردن اسپول شیربرقیایی که تن بزرگتر میشن. این نکته ایه که گفتم بهتون ایگرگ یعنی چی، و قبلش هم یه توضیح کامل تری دادم راجع به ایکس و پی آ و ب و ت. تی ته چیه؟ روی زیر شیریا. نکته مهمتر داستان اینه که یه سوال من از شما دارم، اگه روی این شیرا ایکس و ایگرگ نباشه چه اتفاقی میافته؟ یعنی همین زیر شیری با ابعاد بزرگتر باشه، آیا شیربرقیمون میتونه کار کنه یا نه؟ اگه کار کنه چه قابلیتی رو از دست میده؟ اینو اگه کلیپو تا آخر نگاه کردی کامنت بذار برام، منتظر کامنتت هستم. و تخصصی تر و کامنتر کلیپا رو میتونی تو یوتیوب ببینی. سابسکرایب کن کانال دوست عزیز، و پیشنهاد و انتقادی سوالی هم بود بگید. دمتون گرم که ما رو حمایت میکنید. منتظر خبرهای خوبی هم باشید از طرف ما. یا علی، خدا نگهدار.